رحمان رحیم، عملیات چارگانه پلنومه را میخوانیم که قبلا خود پلنومه خواندیم و تعریف کردیم که عبارت از افاده الجبری است که توان مشمول های آن اعداد مکمل باشد. امروز میخوانیم که دو پلنومه چه رقم میتونیم جمع کنیم، چه رقم تفریق کنیم، چه رقم ضرب و چگونه تقسیم کنیم. یه مثال میتونیم فرض میکنیم پلنومه A مساوی باشه با 2x به توان 3 جمع 4x مربع مثبت 5x منفی 6. یک پولینوم از پولینوم بی مساوی باشه با x مکعب منفی 12x مربع مثبت 6x 8 مثلا. خب اینو بخوام جمع کنیم، وقتی جمع کنیم یک چیزی به نام حدود مشابه داره. اگر حدود مشابه باشه جمع باشه، اگر نباشه جمع نمیشه. حدود مشابه چه کم بفهمیم؟ یعنی که x مکعب با x مکعب جمع باشه، x مربع با x مربع، x با x و عدد ثابت با عدد ثابت. این هیچ وقت x مکعب با x مربع جمع نمیشه چون حدود مشابه نیستن. خب این از روی دوات چه بود سنجیم که حدود مشابه هست یا نیا؟ خب ضریب چونه کار نداریم، ضریب در حدود مشابه بودن کار نداریم. مثلا این دو یاد اینجا یک هست، این میتونه جمع شوه، اما درجهش اگر فرق داشته باشه جمع نمیشه. اون رو بگیم که حدود مشابه نیست اگر درجهش فرق داشته باشه. پس از روی دوات چه بفهم که حدود مشابه هست یا نیا؟ این امر اگر جمع بکنیم ای جمع بی یا دو کلی نمر میشه که ضریباش جمع بکنیم دو یک میشه سه، x مکعب خود چه ضریب ضریباش جمع میشه یا خودش جمع نمیشه. یعنی چه 4 x مربع داریم، چه 12 x مربع داریم، یا دو هم حدود مشابه هستن با اعداد چه مختلف العلامه، اعداد چه مختلف العلامه تفریق میشه. از 12 که 4 کم شه و 8 باقی، عدد بزرگ علامه شه منفی میشه منفی 8 x مربع. بعد ما این 5 x و 6 x یا دو هم جمع میکنیم، 5 و 6 میشه 11 x و اینی جلد ثابت داریم، یه دو هم مختلف علامه یا تفریق میشه میشه مثبت 2، یعنی ازش که 6 کم شه و 2 مومن. پس این شد حاصل جمع 2. اما یک رو باز تفریق بکنیم، برای تفریق از این اول نشته بکنیم 2x مکعب مثبت 4x مربع مثبت 5x منفی 6 و b مساوی با x مکعب منفی 12x مربع مثبت 6x مثبت 8. زمانی که تفریق بکنیم تنها علامه b را تغییر میدیم، از جای مثبت بود منفی میسازیم، از جایی که منفی بود مثبت تغییر علامه. پس در اینجا میشه a منفی b مساوی با اینجا 2x مکعب مثبت داریم، اینجا علامه که تغییر داده بود سنگی کنیم، نه علامه اولی را در علامه اولیش کار ندارم، علامه دومی که تغییر داده هم پوره قدر زیمی سنگی کنیم. این دو هسته ای یک، ای اگه منفی ای دوی مثبت از دو که یکش کم شده یک باقی بومنه x مکعب، یعنی دو منفی یک یک دیگه زریب چونه یک نمید، زریب چی یک باید نوشته نمشه، اگر دوان هم یک باشه نوشته نمشه. 4 x مربع اینجا داریم 12 x مربع، 12 x مربع قبلا منفی بود آنجا شده مثبت، یا علامه را قضی میگیریم 4 و 12 دوش مثبت است، جمع کنیم میشه 16 x مربع. 5 x مثبت و 6 x منفی، از 6 که 5 کم شده یک باقی، علامه منفی میشه به خاطر که عدد بزرگ چه منفیه در اینجا. 8 و 6 باز هم هر دوش منفی است، میشه 8 و 6 14. این بود حاصل تفریق دو پولینوم. جمع تفریق چه کار کردیم؟ یک مثال از ضرب و تقسیم چه کار میکنیم؟ خب ضرب شه مثلا یک پولینوم داریم a مساوی به x مربع مثبت 2x منفی 3 و b را مساوی داریم به x مثبت 5، یک دور میخواییم ضرب بکنیم. برای ضرب از این ضرب ساده که شما در دو دارید نه این چیز هست، x ضرب x مربع میشه x مکعب، این رقم زد میشه از این طرف بگیر، x ضرب x مربع x مکعب، x ضرب 2x میشه 2x مربع و x ضرب منفی 3 میشه منفی 3x. حالا 5 ضرب میکنیم، 5 ضرب x مربع 5x مربع، 5 ضرب 2x میشه 10x، 5 ضرب منفی 3 میشه منفی 15. حالا جمع میکنیم x مکعب کچه 2x مربع و 5x مربع، 2 و 5 جمع میشه 7x مربع، 3x و 10x 3 منفی و 10 مثبت، ادویش تفریق میشه از 10 3 کم شد 7 باقی، علامه هم از عدد بزرگ 7x و منفی 15 دیگه عدد نداریم، خود منفی 15.
این شد حاصل ضرب A و B. خب یک اقصه از تقسیم رو کار میکنیم. اولی چهار میشه اولی تقسیم است. 4x مکعب مثبت 2x مربع مثبت x منفی 3، این تقسیم میکنیم بالای x مثبت 4. خب در تقسیم هم حد اول از این اولین بار حد اول از این تقسیم حد اول این مقسوم هم این مقسوم هم خارج قسمت حد اول مقسوم تقسیم حد اول مقسوم هم میکنیم. خب 4x مکعب تقسیم x میکنیم اینی را 4x مکعب تقسیم x 4 تقسیم 1 میشه 4 توانا در اینجا تفریق میشه از توان صورت توان مقرد تفریق میکنیم 3 ای از 1 ای که کم کنیم میشه از 3 1 کم شد 2 میکنه 4x مربع پس در اینجا خارج قسمت 4x مربع نشان کنیم 4x مربع ضرب x میشه 4x مکعب 4x مربع ضرب 4 میشه 16 4 ضرب 4 16 x مربع در اینجا تغییر علامه میتونیم. خب 4x مکعب میشه اختصار اینجا من 2x مربع و 16x مربع 2x مربع مثبت 16x مربع منفی است 16 که بیش کم شود 14 ممنه 14x مربع. خب این یک حد است این دو حد یک حد دیگر هم پایین میکنم x که بالای از این مربع است 14x مربع تقسیم x میکنم میشه 14x چون این منفی است منفی تقسیم مثبت منفی میشه منفی 14x 14x ضرب x میشه 14x مربع 14 ضرب 4 مثبت ضرب منفی میشه منفی 4 4 16 4 1 4 1 و 3 بگم 5 56 x. خب بازم تغییر علامه میتونیم اینی مثبت میشه یک مثبت میشه اینی خلاص میشه به زیر اختصار میشه اینی 56 x مثبت اینی هم 1 x مثبت میشه 57 x مثبت مثبت 57 x و این منفی 3 را پایین میکنیم در اینجا 57 x تقسیم حد اول از بازم حد اول تقسیم حد اول 57 x تقسیم x میشه 57 57 ضرب x میشه 57 x. خب 57 ضرب 4 4 هفت 28 2 هست 4 5 22 دیگه هم 22 علامه چه مثبت ضرب مثبت مثبت این را باز هم تغییر علامه بدهیم 57 x با 57 x اختصار میشه در اینجا من منفی 228 و منفی 3 یه هر دو هر دویش منفی هست پس جمع میشه میشه 8 و 3 11 خب 231 اینی با کمانده شد اینی خارج قسمت است اینی مقسوم علیه است اینی هم مقسوم. برای امتحان چه اگر بفهم که اینی تقسیم از این شده آیا اینی که پیدا شده درست است یا اشتباه برای امتحان از این یک رویش داریم خارج قسمت ضرب مقسوم علی جمع باقی مانده باید مقسوم پوره کنند یعنی مقسوم مساوی میشه بر مقسوم علیه ضرب خارج قسمت جمع باقی مانده این امتحان شد. خب بعد تقسیم یک چیز داریم قضیه باقی مانده قضیه باقی مانده او یکی اینمی باقی مانده ای که ما در اینجا پیدا کردیم این را از رویش خودی تقسیم نه مستقیم تقسیم نه کنیم یک رویش دیگر داریم که اون رویش قضیه باقی مانده مثلا 4x مربع منفی 8x مثبت 2 تقسیم x منفی 2 اینه تقسیم از این بکنیم آیا باقی مانده از این چند میشه؟ اینه باقی مانده رو بخواییم از یک رویش دیگر پیدا کنیم بدون از این که اینه تقسیم بکنیم باقی مانده رو به لیست بیاریم اینه بکنه رویش باقی مانده قضیه باقی مانده خب در این چیکار بکنیم x منفی 2 رو مساوی به 0 قرار میدیم x مساوی میشه به 2 این همه 2 رو در جای x وضع میکنیم در اصل یک کلوم پی اکس است و این زمانی که در جای از این وزن بکنیم مشاب پی دو مساوی و در جای از این چار ضرب دو مربع منفی هشت ضرب دو مثبت دو چار ضرب دو مربع هشت هم ضرب دو چار ضرب دو مربع مشاب
4 8 در 2 میشه 16 مثبت 2 4 4 16 منفی 16 مثبت 2 این 16 رو با 16 اختصار میکنه باقی مانده میشه 2 پس زمانی که 4 x برابر منفی 8 x مثبت 2 رو تقسیم x منفی 2 بکنه باقی مانده شو میشه مثبت 2 تقسیم ترکیبی درست هم بعد از یک تقسیم داریم برای تقسیم ترکیبی که در تقسیم ترکیبی ما اینی خارج قسمت رو پیدا میکنیم مثلا x مربع مثبت مثبت 7 x مثبت 12 این تقسیم x مثبت 3 شود x مربع مثبت 7 x مثبت 12 تقسیم x مثبت 3 شود خارج قسمت از چند است این رو میخوایم پیدا کنیم اینی که ذرایی وزیر جدا میکنیم 1 7 12 و x مثبت 3 رو مثلا به 0 قرار بده x مثلا به منفی 3 میشه خب اینی منفی 3 منفی 3 رو اینی یک رو مستقیم پایین بکنیم تا تقسیم ترکیبی یک از رو منفی 3 میکنیم میشه منفی 3 یک رو تفریق میکنیم میشه مثبت 4 4 از رو منفی 3 میکنیم میشه منفی 12 و 12 و 12 0 باقی مانده 0 شد خب باقی مانده 0 شد پس در اینجا میگیم که اینی زمانی که x مربع تقسیم x شد یک x باقی مانده اینجا پس این میشه ضرب x یک از اینی عدد صحبی شد x جمع 4 این خارج قسمت یازه میشه x جمع 4 پس x مربع مثبت 7 x مثبت 12 تقسیم x مثبت 3 شد و x مثبت 4 رسید پس x مثبت 4 ضرب در x مثبت 3 یعنی x مربع مثبت 7 x مثبت 12 میشه یعنی ما قوس دیگه ای از این را پیدا کردیم یعنی خارج قسمت یعنی عامل ضربی دوم شد عامل ضربی اول چی بود کی باید ضرب کلام شود تا اینکه این پس با دیسک تئوری رو ما پیدا کردیم که x مثبت 4 شد پس x مربع مثبت 7 x مثبت 12 مساوی میشه با x مثبت 3 ضرب در x مثبت 4